ادب و ارادت، درود خداوندگار بر ساکنین کره زمین. سلام و درود ویژه به همراهان رادیو دماوند که تو هر شرایطی ما را همراهی میکنن و ارتباطشون رو با ما برقرار نگه میدارن. سلامی به بلنده آفتاب بر همه پارسی زبانان در سراسر گیتی. بشنویم آقای هوشمند عقیلی رو. بی خبر از حال من با دو صد ناز و ادا می کشد دست مرا تا نگرد حال من. قصه یه نو خاند از دفتر اقبال من، دم زند از گردش روز و مه و سال من. به لبارت سخن ز عشق جان سوز من، سر کند قصه ز بخت پیروز من، دهدم مجده سرور بی پایان به زبان. حضور شما امروز 21 آگوست 2022 که در خدمت شما هستیم برای لحظاتی و یک نگاه کوتاهی به اوضاع احوال ایران بندازیم. اوضاع احوال ایران که مطمئنم هممون در جریانش هستیم و تباه شدن کشور و ملت روز به روز داریم میبینیم با چشمای خودمون، اما گویا که واقعا دعاخور شدیم، رستمونو کشیدن، گرفتار شدیم، هیچ کاری هیچ کدوم نمی کنیم. واقعا معلم داخل کشور تظاهرات میکنه، هزینه رو به جون میخره به جایی که شعار سرنگونی بده که این رژیم جلادان، این رژیم جنایتکاران باید بره. میام میگه آقا اگر پایه حقوق برقرار بشه، پایه حقوق حق مسلم ماست، یه همین چیزی همین شعاری که آقا مثلا حقوق پس افتاده من و گذشته من اگه نه آقا این توان پرداخت حقوق تو رو نداره، این توان سرسامون دادن به کشور رو نداره. آقا آقای معلم تو مسئولی در قبال نسل آینده، یعنی آیندگان به معلم به توی نسل امروز حتما بد خواهد گفت، چون تو بعد یه نسلی برای جامعه آینده کشور تربیت کنی. آقا باید حقوقمند باشی، چرا نیستی؟ تو معلمی. تعجب میکنم معلم کشور من اینقدر آخوندزده شده که هیچ کس برایش مهم نیست، فقط حقوق عقب افتاده خودش برایش مهمه. آقا تو آینده ای جامعه دست توه، تو باید نسل آینده ای جامعه رو تربیت بکنی. تو خودت هیچیو نداری، به هیچ حقوقی پایبند نیستی. البته این منظور همه معلم ها نیست مطمئنم، ولی این جمعی که میبینیم که احتمالاً هم توی سپاه توش خیلی نفوذ میکنه، سپاه که خودش مفعوله، که یک سپاهی یک پاسدار نمیبینی که صد تا پدر نداشته باشه، یک پاسدار که از خانه های افاف اومدن بیرون. که حالا خطی که اینا دارن میدن، نه که سپاهشویی تو با این شعور رو نداره. او بدبختی بعضی از بدبخت های فلک زده هم که دنبال فرار کردن از کشورن، بخش عمدش هم که ارتباط برقرار کردن با نیروهای اطلاعاتی دنیا کشور فروشی و وطن فروشی دارن میکنن. سپاهی دیگه به اون منظوری که اول بود، که حتی اول چم فکر میکرده خوبه، اول چم داشت پایای استبداد خمینی ملون داشت محکم تحکیم میبخشید، وگرنه روز اولش هم سپاه برای سرکوب بود، روز اولش هم برای جنایت بود. خودش نمیدونست یه سری بدبخت های از ساده فکر میکردن که دارن خدمت میکنن و میان به کشور و ملت، واقعیتش هم خیلی هاشون با همین حد نیت رفتن. خب روحشون شاید خیلی ها شهید شدن، واقعا اونم که فهمیدن به موقع اومدن بیرون، خب اینا رو خود حفظ کنه. ولی اصل تشکیل سپاه برای استحکام پایه استبداد بود، برای سرکوب بود، برای در مقابل ارتش قرار دادن بود، برای حمایت از آخوند بود. برای که سپاهی که طراحی شده بود و بنیانش رو طراحی کردن، سپاهی بود که کشاورز و چون قرار بود این نسل کشور رو نابود کنن دیگه، قرار بود کشور رو از بین ببرن، قرار بود که بیان جاروب کنن هست و نیست این ملت رو به یغما ببره توسط آخوند، که برد سپاه
کشاورزی بود که بیل دستش بود، بعد کشاورزی میکرد، بیلش ازش گرفت آوردش تو شهر، تفنگ دستش داد که علیه خودش، علیه هم نسل خودش، هم وطن خودش، هم دین و مسلک خودش اسلحه بکشه. چه سپاهی بود که اعتقاد داشت که محرومیت خیلی کشیده، شهری حقوقش رو خورده، خمینی پفیوز ملعونم بیلش ازش گرفت که آره شهریه حق تو رو خوردش، دولت شاه حق تو رو خورده، بیا حقت از این شهری ها پس بگیر. اون بی سواد ساده ابله هم پاشد اومد بیلش رو گذاشت زمین که دیگه هرگز اون بیل نتونست دست بگیره. اومد اسلحه دست گرفت برای سرکوب هموطنا و هم کیشای خودش. حالا به جای رسیده دیگه اون روز یادش رفته که کشاورز بود و چه وضعی اومد. الان خودش هم گرفتار استبداد شده، الان خودش هم زندگیش اداره نیست، زن و بچهش رو کنترلش نداره، ناچاره که الان سپاه پاسدار بیفته تو فروش مواد مخدر و سکس. یعنی سپاه پاسدار مادر و خواهرای خودش رو تو معرض فروش گذاشته. هر وقت عربا فلان چیزی میخوان یا بیت خامنه‌ای نشانی گیری میکنن میدونن میان، یا خانه افافی که سپاه فک فامیلش آورده اون تو ریخته. سپاه هم که چه غلطی داره میکنه، سپاه هم یه سربارای سپاه غیر خانه افاف و مواد مخدر مگه گوی دیگه میتونن بخورن؟ به همین خاطر متاسفانه اینا رو اتوی دهات برداشت آورد، بیل دست بیلش رو ازشون گرفت، اصلیه داد، هم پشاورزی رو نابود کرد، هم بافت کشور رو به هم ریخت. الان نه کشاورز معلوم کجاست، نه شهر کجاست، شهرنشین کجاست، همه جی به هم ریخته است. تنها اتفاقی که افتاده یه سری کارخونای ابتدایی هم بود که شاه تلاش کرده بود که حالا درست بکنه، اونم کمپلت از این رفت، صنعت و بنیان کشور تمام داغون شد. الان کی اومده جاش؟ دوجمن، یک آدم مفعول، مدعی جهان اسلام که حتی خودش میدونه دروغ داره میگه، چون عمله خودش عمله جهانخوارای دنیاست، میدونه دروغ داره میگه، فقط با سوژه افکنی داره ملت رو سرگرم میکنه، هر روز یه بامبول هوا میکنه. آقای خانمی رو گرفتن تو اتوبوس با یه دونه از این گرازای سیاه کثیف پلید، اینم رئیس خانای افاف دعوا شده تو اتوبوسونه داره بول میکنه، بعد میاره تو تلویزیون، بعد میره میزنه دش میاره تو تلویزیون که بترسونه مردمه که نیاین بیرون، اگه بیان بیرون اینجوریه. دکه حالا فرض محال هم بگیم آقا روسریت مشکلش حل شد، آیا مشکل جامعه من و تو حل میشه؟ یعنی دیگه مشکل دیگه ما معلوم مشکل ما فقط حقوق مساوی معلمه است یا روسری یواشکی قایمکی هوایکی خانوماست؟ من نمیفهمم واقعا چجوریه، ما چجوری فکر منتالیتی ما، این نوع فکر کردن ما چه اینجوری شده؟ داخل کشور شاید بگیم سرکوب هست که حتما هم هست، شاید نیست، چون جنایتکار هر هفته نیست که آدم نکشه. این جنایتکار، این خونخاره. اتفاقا یه مطلبی هست راجبه، حالا اگه نتونست بخشیم پیشنهاد کنم برین گوش بدین. خامنه‌ای وقتی میره خونه حسین همدانی برای تسلیت، اونجا میتونی ببینی که چه جنایتکار خونخاریه. یعنی صحبتهای اگر که کارگردان بتونه لطف بکنه برام پخشش بکنه که فوق‌العاده است، اگه نه که واقعا این دلم میخواد گوش بدین که برای جنگ ایران عراق به اصطلاح که داره یه خودی میخواد نشون بده، ولی تو اونجا میفهمی که این خامنه‌ای چقدر خونخواره این مفعول. هر چقدر تو ایامی که شاه اینو گهگاهی تبعیدش میگه تو سیستان مجموع بهش فشار آوردن، الان انتقامش میخواد از ملت بدبخت بگیره. یعنی واقعا خونخواره به تمام معنا، واقعا جنایتکاری به تمام معنا. باورت میشه یک نفر که مدعی باشه، از این آقایی که خیلی وقتی که انسان مسلمانی که هیچی، انسانی که نیست، یک روان پریشه که بعدی بره تیمارستان، خامنه‌ای بعد تو تیمارستان بخوابونن واقعا حالش خوب کنن، این خوب نیست، این مریضه، این روانیه، این خامنه‌ای پفیوزه. واقعا هم خیلی دلم میخواد، خیلی دلم میخواد، اصلا باور نمی کنم کلام استفاده بکنم برای چطوری میشه کسی از این جنایتکار حمایت بکنه، چطوری میشه بعد 43 سال همچنان باور داشت که مثلا این مفعول جنایتکار خونخوار
مثلا بودنش برای کشور ما مثبته. آخه چطوری بعضی هم این همچی حرفی رو میزنن؟ واقعا من باورم نمیشه. چطوری فکر میکنی که مثلا یه ابراهیم رئیس قاتل که 6 کلاس سوادم نداره یه کشور رو میتونه اداره کنه؟ مثلا اگه این بره ما جنگ داخلی میشه تو کشور، تجزیه میشه، بعض از این بدتر میشه. وقتی یه آدم کلاس 6 ابتدایی که منگول عقب افتاده است، روانی است، او اگر باشه اتفاقا نمیفته. تو دیگه چقدر واقعا ناتوانی، حس حقارت به دست داده که فکر میکنی رئیسی یا علی زهاگ از تو بیشتر بلده، توانایش از تو بیشتره، از تو بهتر میتونه کشور رو اداره بکنه. وقتی یه نگاه نمیکنی بی 43 ساله که کشور رو به کجا رسونده الان؟ واقعا الان وضعیت کشور کجا؟ ضرب 40 سال کشوری از روی عرش آورده به انداخته مثل کشورهای آفریقایی. پاسپورت اعتبار نداره، ارز ملی اعتبار نداره، ملت تو سطل آشغال تا کمر دولا میشه، برات عادی شده، خاک بر اون سر بیشعورت که میشنوی ناراحت نمیشی، میشنوی اینقدر بی اراده خودت نمیکشی که خواهر و مادر و برادر و نمیدونم دوست و همه چی تو تا کمر دولا میشه تو سطل آشغال، تو میشنوی برات عادی شده؟ مگه میشه؟ واقعا ناراحت نمیشی؟ چجوری میشه؟ ثروت همیشه من میگم آقا 9% ثروت دنیا تو اون سرزمین منه. 9% یعنی زبون لوری اگه بخوام جمع بکنم، اگه 100 پوند باشه، 100 دلار باشه، 100 یورو باشه، ثروت کره زمین 9%ش، یعنی 91% شکره 9% مال اون یه ذره خاک مال من و توه. وقت جمعیت کره زمین اگه 100 نفر باشن، ما 1 نفرشیم، یعنی 1% جمعیت رو ما تشکیل میدیم، 9% ثروت تو کشور ماست. وقت ایرانی من چه زنش چه مردش دولا میشه تو سطل آشغال دنبال غذا، وقت تو میشنوی از کنارش رد میشی؟ میشنوی مثلا گردن کج میکنی کاری عدس ساخته؟ اخ بعد تو انسانی واقعا؟ اخ چطور انسانی هستی تو اگه هستی؟ میشه این وضعیت ببینی ناراحت نباشی؟ اگه ناراحت میشه خدا شاده مشکل داری از انسانیت، به والله مشکل داری، یعنی خیلی شبیه حیوانی تا انسان، معذرت میخوام. آیه کاری باید کرد، خارج کشور باید یه کاری کرد. گفتم خامنه جنایتکار خمینی معلول اومد، چون قرار بود الان میدونی که همه کشورها دارن سود میبرن تو از کشور من، غیر من و تو، سفره ملت من و تو داره روز به روز کوچیک‌تر میشه. ولی یه تیکه هست برای تو پخش میکنم، بعد نیست همکارم فراهم کرده، راجبه اوضاع احوال خامنه‌ای که ببینی این چقدر جنایتکاره، این چقدر پلیده. میشنویمش، بد نیست بشناسیمش. اگه نمیشناسیمش، حتی من باور ندارم کسی که خامنه‌ای نشناسه، معذرت هم خواهد، اگه تون میرم، ولی واقعا ناراحت میشم. آخه توی گرما آب نیست، استان چهارمحال بختیاری 14 روز آب آشامنش قطع، مردم با قمقمه و دبه و نمیدونم کوزه و این چیا دارن آب میارن میخورن. ما برگشتیم به 300-400 سال قبل، خب منتظریم که چی بشه واقعا؟ مگه قراره چیکار؟ آقا مگه تو کشور تا حالا خوب بود به اینجا رسیده؟ خب هرچی بمونی بدتر میشه که بهتر نمیشه. بعد یه کاری کرد واقعا آخه بابا، یعنی اگه من ناراحت میشم تون میرم، یه ذره حق بدین لطفا. بشنویم. خود من اعلام کرد که جنگ تموم شد، قطعنامه رو من پخش کردم. بشنویم. میدونن که خامنه‌ای در 2-3 سال آخر زندگی کاملا منزوی بود و هیچ وقت هم در جنگ نقشی نداشت. مسئولیت جنگ در سال اول فرمانده کل بنی سعد بود و بعد از اون هم هاشم رفسنجانی، که حتی در یک سال پایانی جنگ رسما خمینی حکم داد به هاشم رفسنجانی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا. یعنی در حالی که خامنه‌ای رئیس جمهور بود دیگه نخواستن خیلی لهش کنن، ولی عملا هیچی بهش نمیدادن، فقط خمینی در لهش شده بود رئیس جمهور محترم. این همه میدونستن موقع برای حفظ آبروی خامنه‌ای، ولی به هر حال اصلا نقشی در جنگ نداشت. یعنی خمینی که خودش زنده بود، هاشم رفسنجانی هم جانشین فرمانده کل قوا بود. خامنه‌ای از اون عقده‌هایی که دارم که من خودم قطعنامه رو پذیرش رو اعلام کردم. حالا اینجا بماند. نکته مهمش اینه که میگه که وقتی که این اتفاق افتاد،
من یه احساس کردم درها بسته شد، درب بزرگی که بسته بود باز بود بسته شد و غمی در دل من ریخت. بعدم توضیح میده که وقتی فهمیدیم دیگه امکان شهادت وجود نداره، غم در دل من ریخت. گوش کنید. اون روزی که قطعنامه رو اعلام کردیم ما در سال 67، بنده خودم اعلام کردم به عنوان رئیس جمهور. خب گرم بودیم، امام دستور داده بود و اعلامیه داده بود و ما جلسه کرده بودیم. این یه روزی که گذشت من یهو ملتفت شدم به قضیه چیه. احساسی که اون روز من داشتم دقیقا همین احساس بود که احساس میکردم یک جاده وسیع بود، یک در بزرگی روی همه باز بود که افراد با میل خودشون میرفتن از اون در وارد میشوند. این در بسته شد، بقیه موندن پشت این در. واقعا یک غمی بر دل من مستولی شد وقتی که این احساسی کردم. تو چند روز و البته طول نکشید به خاطر اینکه عراق مجدداً حمله کرد. بعد از قطعنامه عراق مجدداً حمله کرد و آمد و جایی رو گرفت و پشدم. من رفتم جبه، نموندم تهران، رفتم مدتی نمیدونم چقدر تا یواش یواش دیگه تمام شد. بچه ها عملیات کردن و رفت عقب دوندن و چه کردن و تمام شد و برگشتیم و اوضاع برگشت به همون حالت. تصور نمیشد که باب شهادت مفتوح بمانه برای بندگانش. الحمدلله بندگان خالص خدا در این مدت عدهشون به شهادت رسیدن، به آرزوشون رسید. دقت کردید؟ از اینکه باب شهادت بسته شده ایشون غم در دلش ریخته، ولی خوشبختانه طبق گفته ایشون دوباره صدام حمله میکنه، یه جاهایی رو اشغال میکنه و خوشبختانه دیدی از دوستانشون شهید میشن. حتما شنیدین رو. خب این نگاه یک کسی که الان رهبر یک کشور خودش رو میدونه و از اینکه باب شهادت بسته شده. باب شهادت که میدونیم یعنی چی دیگه، یعنی کشته شدن جوانهای مردم. این که پیش خدا عجز دارن یعنی هیچ کس نمیتونه بگه. یعنی اگر احکام دین رو بخوایم بررسی کنیم، ما داریم روایت داریم که در صدر اسلام بعضی از افرادی که در جنگ شهید شدن کشته شدن پیغمبر میگه شهید نیستن. حالا فرض کنیم که این عزیزان ما که رفتن برای خاکشون جنگیدن، اگه داوطلبانه رفته باشن یا نه اگه حتی به زور برده باشن، کارشون ارزشمنده. اما نه از نگاهی که خامنه‌ای داره که حسرت میخوره چرا باب شهادت بسته شد. بعد میگه خوشبختانه تعداد دیگه از دوستان ما در مراحل بعدی شهید شدن. حالا من میخوام ببینم این باب شهادت که به خاطر بسته شدنش خامنه‌ای قصه خورده، خود خامنه‌ای در چقدر سهم داره؟ خامنه‌ای 4 تا پسر داره، هیچ کدومشون از این باب شهادت رد نشدن، حتی پشت درش هم نرفتن. 2 تا داماد داره، هیچ کدوم از اونها هم به نزدیکی باب شهادت هم نرسیدن. نه تنها 4 تا پسرش و 2 تا دامادش، بستگان نزدیک این پسرها جز یکیشون که همسر یکیش که خواهر شهید بود، اون ستای دیگه باب شهادت براشون از اول بسته بود. یعنی هیچ، یعنی در شرایطی خامنه‌ای غمگین بوده که باب شهادت بسته شده، هیچ کدوم از فامیلش نرفته بودن به این باب شهادت برسن. میگن 4 تا پسر خودش که نرفتن، هیچ کدوم از برادرانش نرفتن، یک دونه برادرزاده خامنه‌ای در جبهه شهید نشده، یک دونه خواهرزادهش در جبهه شهید نشده، عروس‌هاش جز یکیش باقیشون خانواده شهید نیستن، دختر آج محمود لولاچیان. بستگان دامادهاش هم هیچ کنون خانواده شهید نیستن. یکی از دامادهاش پسر باقری کنیه که برادرزاده مهدوی کنی میشه و به خاطر همون دامادی اون و شغل شبی که اون داماد داره، برادرش الان شده رئیس هیئت مذاکره کننده هسته‌ای. و اون یکی دامادش هم که پسر محمدی گلپایگانیه، اون هم نه خود محمدی گلپایگانی که رئیس دفترشه رفت برای شهادت، نه فرزندانش. از اعضای دفترش محمدی گلپایگانی، حیه اجازی، وحید حقانیان و دیگران، ایروانی، همه کسایی که همون اراذل اوباشی در دفترش کار میکنن،
یک دونه‌شون افتخار ندارن که فرزندشون از این باب شهادت که خامنه‌ای از بس شدنش غمگین رد شده باشن. نه تنها داماداش هیچ کدوم خانواده شهید نیستن، پسر عموی داماداش هم خانواده شهید نیستن، دختر عموشون هم با شهید ازدواج با خانواده شهید ازدواج کردن. پسر عموهای داماد یه داماد خامنه‌ای که در واقع فرزندان مهدوی کنی میشن، برید ببینید سوابقشون رو ببینید و خوشنامی‌هاشون رو ببینید. دامادهای اینها هم هیچ کدوم از خانواده شهید نیستن. ببینید این فقط مختص خامنه‌ای نیست، شما در خانواده رفسنجانی، در خانواده رئیسی، در خانواده قالیباف، در خانواده اژه‌ای شهید پیدا نمی‌کنید. یعنی آدم خونخاری که میگه غم به دل من ریخت که باب شهادت بسته شد، یک نفرم خودش از این باب رد نکرده بود. از بس اصلا اطراف خانواده‌شون بوی شهادت نمیاد. و این آدم خونخوار قصه گرفتنش که چرا جنگ تموم شد و باب شهادت بسته شد. ببینید فکر می‌کنم همین یکی کفایت کنه که شما بدونید که اونایی که هنوز طرفدارن بدونن که چه کسی بر کشور حاکمه. اون تیکه که میگه دوباره صدام حمله کرد و خوشبختانه تعدادی از رفقا شهید شدن، یعنی ببینید این برای کسانی که حالا جنگ تموم شد، یه مدت ادامه داشته تموم شده، ایشون اظهار خوشحالی میکنه عملا که صدام دوباره حمله کرد و یه شهید شدن. این خانواده‌هایی که فرزندانشون بین دو مرحله کشته شدن بدانند که خامنه‌ای خوشحال از اینکه صدام دوباره حمله کرد. یعنی ببین آدم که میاد ببین اگر شهادتی وجود داره، اگر مبارزه وجود داره، نشون هدف نیست، هدف انجام وظیفه است، حالا چه دینی چه میهنی چه ملی هرچی. این که تو بگی من ناراحت شدم که باب شهادت بسته شد، نشون میدی که تو از کشته شدن مردم خوشحالی، برای اینکه خودتون که اگر این باب شهادت خیلی باب مطبوعیه، در اطرافش بوی گل و ریحان میاد، عطر شهادت پخش میکنن اونجا، خوب بود آقا یکی از بچهای خودت هم میرفت شهید میشد، یکیشون حداقل مجروح جنگی میشد. بی انصاف آدم فروش میهن فروش. چرا یک نفر از کسایی که تو دفتر عنصر اصلی هستن یکی از بچه‌هاشون تو جبهه شهید نشده؟ محمدی گلپایگانی که معروف به خرس العلماء، برید قیافش رو ببینید. حجازی که یک آدم مرموز آدمکشه. وحید حقانیان که دارید میبینید و سوابق ازش اومده بیرون. ببینید اگر کسی اندک تردیدی هم داره، به نظر من با شنیدن این ویدیو باید بفهمه که این علی خامنه‌ای لیاقت رهبری نداره. ممکن ببینید یک نفری که مسئولیت نداره ممکنه بگیم از باب شهادت خوبه، ولی کسی که مسئول جان مردمه، از این که جانها حفظ شده و جنگ تموم شده غم به دلش نشسته. تو این سالها شما نشنیدید بگی خامنه‌ای بگی که به خاطر گرانی ها غم به دلم نشست، نشنیدید بگی به خاطر ناامنی ها غم به دلم نشست، نشنیدید بگی به خاطر این همه خودکشی غم به دلم نشست، نشنیدیم یک بار بگی به خاطر این همه تصادفات جاده غم به دلم نشست، نشنیدیم حتی در هواپیمای اوکراینی که به دستور شخص جنایتکار خودی سرن بگی من غم به دلم نشست. اما برای بسته شدن باب شهادت، برای تمام شدن جنگ و اینکه دیگه جوانهای مردم کشته نمیشن، چون غم به دلش نشسته. خب این آدم اگر تمام خوبی هارم داشته باشه، کسی که اصلا جان آحاد ملتش براش مهم نیست و از اینکه جان تعدادی از مردم حفظ شده غم به دلش میشینه، تکلیفش مشخصه. ببینید بازم دارم میگم، اگر یکی از فرزندان خامنه‌ای در جبهه کشته میشد، اگر در فامیلای داماداش مثلا آقای مهدوی، آقای حداد عادل، ببینید نه هیچ کدوم نشده، توضیح دادن با کمال خون سردی هم دیگه، مثل من هم نبودن که جوش بیارن. ببینین واقعیتش اینجوری، هیچ کس اصلا نزدیک شهادت این خانواده نرفتن، چه مالی چه مال اکبر جنایتکار کوسه، هیچ کدوم نرفتن. ولی ملت بدبخت همه شوگی بیشتر از 1,000,000 تو جبهه کشته شد و این غم تو دلش نشست وقتی جنگ تمام شد. یا هنگ میشنویم، شما رو به خدای بزرگ میشم با پوزش اگه من تون رفتم. تا دیداری دیگر، ای دل اگر عاشقی بر در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش، دل بر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن در روزن دل برگشون حاضر و هوشیار باش. کشتی اومدی